رادیو صدای زندانیان سیاسی. با سلام، من پروین آزاد همراه با شما در صدای رادیو زندانیان سیاسی. چهاردهمین کنفرانس روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در شهر تورنتو کانادا 16 ژوئن 2024 برگزار شد. در این کنفرانس که عده زیادی از فعالین و زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه شرکت کرده بودند، نظرات و نکته نظرهای متفاوتی مطرح شد که در این ارتباط با سهیلا دالوند که مسئول برگزاری این کنفرانس بودن گفتگویی داریم که میشنویم. باشد، سلام به شما سهیلا عزیز. لطفاً از نکات مهم و مشترکی که در این کنفرانس بین شرکت کنندگان گفتگو و مطرح شد برای ما توضیح بدیم. چه دستاوردهای مشترکی داشت این کنفرانس که عده زیادی با عقاید و طرز فکرهای متفاوت در اونجا بودن؟ ممنون. سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون. همینجوری که خودتون ذکر کردین، امسال 14 سال برگزاری روز جهانی در حمایت زندانیان سیاسی بود که در این کنفرانس تعداد وسیع از طیف‌های مختلفی از خانواده جانباختگان، زندانیان سیاسی، خانواده جنبش دادخواهی، خانواده هواپیمای 752 اوکراینی و تعداد زیادی از فعالین در این کنفرانس شرکت داشتند. چیز مهمی که خیلی برجسته بود به نظر من در این کنفرانس این که آدم ها با تمام کسایی که شرکت کرده بودن با نظرات، عقاید و تفاوت‌های نظری در این کنفرانس شرکت داشتن که به نظر من همون مسئله مهمی که همه رو در این کنفرانس جمع شده بودن مسئله زندانیان سیاسی هستش، مسئله اینکه زندانیان سیاسی یک جنبش آزادی زندانیان سیاسی، یک جنبشی هستش که این جنبش تنیده شده با تمام جنبش‌هایی که در جامعه جاری است. جنبشی هستش که با خانواده دادخواهان ارتباط داره، جنبشی هستش که با فعالین در عرصه‌های مختلف اجتماعی مثل کارگران، معلمین، دانشجویان، زنان پیوستگی داره و به نظر من همین پیوستگی، همین اینکه این جنبش متعلق به همه این اقشار نهادها هستش باعث شده بود که این کنفرانس با این طیف متنوع بتونه سر مسئله زندانیان سیاسی صحبت کنن، نظراتشون رو بگن و این خودش نقطه قوتی بود که نشون میداد مسئله آزادی زندانیان سیاسی مسئله روز جامعه است، مسئله هستش که با همه باش درگیرن و در حال حاضر همینجوری که میدونیم این جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی در جامعه همون هر روز مطرح میشه، در اعتراضات گسترده‌ای که به طور مثال در تجمع بازنشستگان، معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان به هر شکلی داره مطرح میشه، ولی این باید این به شکل عمومی‌تر، وسیع‌تر و سراسری داره در جامعه پخش میشه که مسئله زندانیان سیاسی متعلق به جامعه است، متعلق به تک تک آدمایی که در این جامعه زندگی میکنن، چرا که هر معترضی در این جامعه به خاطر اعتراضاتش به زندان میره، حکم میگیره و متاسفانه ما در حداقل در طی این انقلاب زن زندگی آزادی شاهد شدیم که حکمای سنگین و حکمای اعدام برای معترضین صادر شد و این نشون میده که مسئله آزادی زندانیان سیاسی مسئله کل جامعه ایران هستش. اگه خب
گوش کرده باشین، دیروز جاوید رحمان 3 خرداد در نشستی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو داشتن، خب جنایات حکومت رو در دهه 60 به خاطر همین اعدام زندانیان سیاسی محکوم کرد و علاوه بر برداشتن گام‌های عینی، مکانیسم تحقیقاتی را خواستار شد که فعال کنند. نظر شما در این مورد چیه؟ منظور از مکانیسم تحقیقاتی فعال کنند منظورش چیه؟ نظر کمیته آزادی زندانیان سیاسی رو توی این مورد می‌خوام بدونیم. خب اگه همینجوری که می‌دونیم ما در چند ماه گذشته شاهد برگزاری کمیته حقیقت‌یاب بودیم که کمیته حقیقت‌یاب در مورد جنایاتی که خصوصا از انقلاب زن زندگی آزادی شروع شده بود، این گزارشاتش مربوط به اون بود و در این گزارش کمیته حقیقت‌یاب جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت شناخته شد. جاوید رحمان البته سالهاست که در زمینه حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران داره کار میکنه و اینو باید بگم که این تحقیقات، این گزارشاتی که تعیین میشه به یمن مبارزات مردم، خانواده های دادخواه، خانواده های زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی هستش، چرا که اونا با فرستادن گزارشاتشون، با فرستادن تمام اسنادی که نشون میده جمهوری اسلامی چه جنایتی رو در ایران انجام داده، به خاطر همین هستش که جاوید رحمان تونسته یک گزارش کاملی رو در مورد جنایت جمهوری اسلامی به سازمان ملل ارائه بده و بار دیگه جمهوری اسلامی رو محکوم کنن به جرم جنایت علیه بشریت. خب طبیعتاً خود کمیته آزادی زندانیان سیاسی در این مورد تلاش‌های زیادی کرده، با فرستادن گزارشات، با فرستادن اسناد به خود جاوید رحمان، به سازمان ملل، به کمیته حقیقت‌یاب، با تلاش سازمان ها و احزاب و نیروها و فعالین سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های جنبش دادخواهی، نتیجه این تلاش شبانه روز تمام این نهادها از جمله خود کمیته آزادی زندانیان سیاسی که تونسته، این به نظر من یکی از دستاوردهای مهمی هستش. بعد از اینکه ما خب شاهد این بودیم کمیته حقیقت‌یاب جمهوری اسلامی رو محکوم کرد و این به نظر من قدم بعدی هستش که خود گزارش جاوید رحمان با اسناد، با سندهایی که ارائه داده، نشون داده که جمهوری اسلامی هر روز از بعد به اومدنش سر کارش جنایات وحشتناکی را انجام داده و خود چیزی که مهم هستش الان شناخته شدن کشتار دهه 60 هستش که جاوید رحمان به طور اخص روی اون تاکید کرده و این یه دستاورد مهمی هستش برای جنبش دادخواهی و ما خیلی خوشحالیم که این در واقع روی کشتار دهه 60 داره تاکید میشه و اسنادش میاد بیرون، جنایاتش میاد بیرون و این قدم و مهم دیگه ای هستش برای پیش بردن جنبش دادخواهی و به نظر من قدم هایی هست که میتونه کمک کنه جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی در انزوا بکشونه و بایکوت جمهوری اسلامی به طور مشخص به پیش ببره. و جنبه های دیگه هم هستش، مثلا همین دیروز مثل پارلمان کانادا سپاه پاسداران رو در یه لیست تروریستی قرار داد و این گام هایی هستش که کمک میکنه جمهوری اسلامی رو در سطح جهان به انزوا بکشونه و اون رو در همون چیزی که ما بارها و بارها در تمام از بیانیه‌ها فراخوانامون اعلام کردیم که جمهوری اسلامی در سطح جهانی باید بایکوت بشه از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، از همه اینا باید بقول من منزوی بشه و بایکوت بشه. این داره به نظر من قدم به قدم جلو میره که بتونیم جمهوری اسلامی رو در سطح جهان بایکوت کنیم و شاهد این باشیم
که جنبش دادخواهی انقلاب زن زندگی آزادی به هدفش برسه و بتونیم جامعه آزاد و بدون دیکتاتوری، بدون هر گونه سرکوب، بدون هر گونه زندانی سیاسی داشته باشیم. خیلی ممنون از دعوت شما، خسته نباشین. ممنون. سپاس از شما. رادیو صدای زندانیان سیاسی.